یدالله صمدی، کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران، روز گذشته به علت بیماری در تهران درگذشت. برای جزئیات بیشتر از کارنامه کاری یدالله صمدی، همکارم شپال عباسی همراه ماست. شپال، عمده فعالیت‌های یدالله صمدی در سینما چه بوده؟ ابشار، یدالله صمدی از دست فیلمسازانی بود که دهه 60 و 70 شمسی بسیار پرکار ظاهر شد و بعضی از فیلم‌هاش اون زمان با استقبال خوبی روبرو شد. یدالله صمدی فعالیت در حوزه سینما رو با دستیاری نصرت کریمی به صورت حرفه‌ای آغاز کرد. در دو فیلم تخت خواب سه نفره و خانه خراب در کنار نصرت کریمی کار کرد. در فیلم‌های دست شیطان و دادشاه دستیار کارگردان بود و اولین فیلم بلندی که کارگردانی کرد مردی که زیاد میدانست بود که در سال 63 شمسی ساخت. از آثار یدالله صمدی میشه به فیلم‌های اتوبوس، آپارتمان شماره 13 و سارای اشاره کرد. آخرین اثر یدالله صمدی پدر آن دیگری نام داشت که سال 93 ساخت و یک سال بعدش اکران شد. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی برای فیلم مردی که زیاد میدانست رو در سال 63 و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای آپارتمان شماره 13 رو در سال 69 در جشنواره فجر از جوایزی بود که دریافت کرد. یدالله صمدی فیلمساز آرام سینمای ایران که معروف بود، متولد مراغه در آذربایجان غربی بود و همونطور که افشار خودت اشاره کردی روز گذشته پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. بسیاری از اهالی سینمای ایران هم در فضای مجازی به درگذشت یدالله صمدی واکنش نشون دادند و با یادآوری آثارش از اون یاد کردند.